خب آرد رو می‌ریزیم داخل ظرف. بچه‌ها باشه، اومدیم با آموزش نون، نونی که با مایه خمیر دستساز خودمون قرار درست کنیم. اولین کاری که میکنیم آرد رو به اندازه 2 لیوان الک میکنیم، داخل این ظرف میریزیم، یک قاشق چای خوری شکر و یک قاشق چای خوری نمک. حالا من میخوام مایه خمیر و آب رو بهش اضافه کنم. حالا بچه ها مای خمیر، من چون موادم چیز زیاد نیست، من یک قاشق چای خوری بهش مای خمیر اضافه میکنم. بعد چون میچسبه مجبورم که یکم بیشتر بریزم تا به اون مقدار برسه. الان هم آب رو بهش اضافه میکنم. آبم آب جوشیده‌ایه که وقتی دستتون رو بزنید داخلش دستتون رو نسوزونید. همین. اوکی. حالا دستگاه رو روشن میکنیم. خب بچه ها خمیر من آماده است و من میخوام درش رو بذارم. خب بچه ها خمیر من آماده شد و الان دیگه تقریبا ببینید چه بافتی داره. اصلا نه خیلی آبکه، نه خیلی سفته، بعضی ها میچسبه به دست. من درش رو میذارم و کاملا میپوشونمش. ببینم 7-8 ساعت لازمه که این خمیر کاملا ورز بیاد. ببینید گرمم هست، میذارم جای گرم تا 7-8 ساعت دیگه. خب بریم که میخوام خمیر رو بعد اینکه آماده شد برای این حالا شکل بدیم، آماده کنیم برای پخت، مراحلش رو بهتون براتون بذارم که بعداً سر فرصت اینا رو انجام بدید. اولین کاری که میکنید باید کف سینیتون رو آرد بپاچید. بعد که آرد پاچیدین، من یه تیک خمیر رو گذاشتم کنار که بذارم این تو و اینجوری بندازیمش داخل این آرد. خب بچه حالا ما این آرد رو کم میدیم به خورده این خمیر. خب بعد شروع میکنیم به تیکه های کوچیک تقسیم کردن. خب بچه ها خمیر رو من به این شکل به شکل میدم، میزنید تو آرد و به این شکل جمعش میکنی و به این شکل میذارید کنار. خب بچه ها ببینید برای اینکه اندازه بگیریم اون حجم رو، من اصولا از این کف دسته نگاه کنید، وقتی که چیزش میکنم از این کف دسته و میذاریمش کنار یکم تو هوای محیط از یه 5-6 دقیقه. تختتون رو مرتب میکنید که خمیر خیلی آب نداشته باشه موقعی که قراره بذارینش روی مایتابه. خب
خب بچه ها میخواستم بگم که خمیری که من درست کردم دیگه نمیتونیم چند روز نگهش داریم و اصلا بعدا متوجه شدم که اصلا این کار اشتباهیه، نگه داشتن خمیر. برای همین اگر خمیر دارین درست میکنین، شما باید امروز که درست کردین یا شب یا فرداش دیگه کامل بپزینش و کیفیتش میاد پایین و اسیدیته میشه اگه بخوایم چند روز نگهش داریم. اینم گفتم بهتون بگم که در جریان باشید و بدونید رو صفحه و بازش. بچه به این مرحله رسیدیم که این خمیر تا یه حدودی با وردنه باز میشه، بقیهش با دسته. نگاه کنید، بهش شکل میدیم و بازش میکنیم و میکشیمش. ببینید بافتش رو کنده نمیشه، اصلا جدا نمیشه و کاملا حتی دست من از این سمت مشخصه. گاز رو روشن میکنیم و مایتابه رو میذاریم. بچه ها ته مایتابه هم لازم نیست هیچ چیزی زده بشه، فقط مایتابه داغ میشه و شما نونتون رو میذارید داخل مایتابه تا شروع کنه به پخته شدن. که برای این کار من یه چند دقیقه رو دور تون فیلم میگیرم براتون که ببینید چجوری میشه. بچه ها من اومدم، نونا آماده شده و من همیشه میزم توی پارچه، این پارچه ای که کیسه داره، یعنی زیپ داره و کیسه ای که کاملا پوشیده است و اینو میزم تو فریزر. بافت نونم خواهم بهتون نشون بدم که چقدر نرمه، میبینین؟ به همین راحتی که به نظر من فکر خوبیه. اگرم که ازتون ممنون میشم که اگر یوتیوب داریم برید و این فیلم رو تو یوتیوب سابسکرایب بکنید، چون یه جور کمک به من هست برای ادامه مسیر و خب هم فالوورای بیشتری من میبینم، هم کار بهتر میشه و یک حرکت جمعیه. هم از طرف من هم از طرف شما. خودتون روز خوبی داشته باشین و اگر نون درست کردید